سلام، امروز میخوایم سه درس دیگه از کتاب رو با هم کار بکنیم. توی جلسه پیش درس 2، 4 و 5 رو کار کردیم که اجرای نوتهای گرد، نوتهای سفید و سیاه رو یاد گرفتیم و علامت تکرار دومیزان رو هم تو درس 5 یاد گرفتیم. توی درس 6 که اولین درسی است که این جلسه میخوایم با هم کار بکنیم، یه سری علامت جدید با هم یاد میگیریم و شکل شمارش هم دقیقا مثل درسای قبلی هستش. دقت بکنید که اگر درسای قبلی رو هنوز خوب کار نکردین و تمرین نکردید، نباید سراغ درسای بعدی برید. باید سعی بکنید اول اون درسا رو خیلی خوب حفظ بکنید، سعی بکنید بدون نگاه کردن به کتاب بنوازید و مسلط با شمارش انجامش بدید، بعد برید سراغ درسای بعدی. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اما نکته هایی که درس 6 داره چیا هستش؟ اولیش که علامت جدیده که شبیه علامتیه که تو درس 5 با هم یاد گرفتیم. علامت تکراری هست که بهش میگن تکرار یک میزان. اگه دقت بکنید و مقایسه بکنید با درس 5، می‌بینید این علامت با علامت درس قبلی خیلی تفاوتی نداره. فقط اون از وسطش یک خط عمودی رد شده، ولی اینجا هیچ خطی از وسط این علامت رد نشده. به این علامت میگیم تکرار یک میزان. کارکردش هم دقیقا مثل همونه، ولی برای یک میزان، یک خونه یا یک میزان، باید برگردیم از قبل تکرارش بکنیم. پس میزان اول درس رو باید دوبار بزنیم. علامت بعدی که توی این درس استفاده شده دو تا خط پررنگه که یکیش خط اول اومده، یکیش توی خط دوم بعد از میزان اول اومده. به این دو تا خط پررنگ میگن دولا خط تکرار. یه بخشی از موسیقی از ما خواسته میشه که یک بخش بزرگتری رو تکرار بکنیم، بیشتر از یک میزان یا دو میزان، ممکنه حتی تا یک صفحه هم بره. جایی که از تکرارهای بزرگتری بخوان استفاده بکنن، از علامت دولا خط تکرار استفاده میکنن. کارکردش دقیقا مثل پرانتز میمونه، انگار که یک بار پرانتز رو برای ما باز میکنه و بعد میبنده و وقتی ما به انتها برسیم میفهمیم که باید از ابتدای اون علامت دوباره تکرار بکنیم. الان اینجا توی خط اول اون دولا خط تکرار رو کشیده و دو نقطه رو سمت راستش گذاشته که ما اینجا متوجه میشیم علامت تکرارمون شروع شده، یعنی تکرارمون از اینجا آغاز میشه. تا کجا؟ تا خط دوم بعد از میزان اول که اونجا دوباره دولا خط رو گذاشته، این دفعه دو نقطه رو گذاشته سمت چپش، انگار که پرانتز ما بسته شده. وقتی ما به انتهای این علامت تکرار میرسیم، باید برگردیم از ابتدای اون علامت رو دوباره تکرار بکنیم. متوجه میشیم که باید این قسمت رو دوبار بزنیم. برای مثال این قسمت رو الان من هر دوبارش رو اجرا میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تکرار میشه. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 نکته بعدی که وجود داره اینه که یه جاهایی هست که این علامت دولا خط تکرار گذاشته میشه و اون دو نقطه فقط سمت چپش هست و ما نگاه بکنیم میبینیم که هیچ جای دیگه اون علامت رو نداریم که دولا خط رو گذاشته باشه و دو نقطه رو سمت راستش گذاشته باشه. در این طور مواقع باید برگردیم از ابتدای درس اون تکرار رو انجام بدیم، ولی در بیشتر جاها این دوتا با هم دیگه وجود داره و باید یه قسمتی از موسیقی رو تکرار بکنیم. نکته بعدی این درس دقت به مضراب گذاری هست. دقت بکنید که مضراب های راست و چپ رو حتما بهش توجه داشته باشید، به خصوص که
نوت های سفید و سیاهی که استفاده شده بعضا دو تا مضراب راست هستن، مثل شروع درس. یک دو سه چهار، ضرب سم رو هم باید با راست بزنم، یا میزان آخر خط اول. یک دو سه چهار. پس همیشه مضراب زدن ما به این شیوه نیست که مضراب راست و چپ همیشه پشت سر هم زده باشن. باید دقت بکنیم ببینیم که مضراب گذاری ها چیا هستن و از اونا تبعیت بکنیم. درس بعدی که میخوایم کار بکنیم درس 8 هست. تو این درس باز دوباره یه سری علامتایی که با هم یاد گرفتیم ازش استفاده شده و برای اولین بار یه سری نوت‌ها رو روی قسمت پشت خرک سازمون استفاده میکنیم ازش. یک دو سه چهار، 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 دو سه چهار، یک 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 دو سه چار، 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 یک دو سه چهار، یک دو سه چهار. همونطور که دقت کردین و در درس دیدین، علامت تکرارهای یک میزانی و دو میزانی در این درس چند بار تکرار شده بود. میزان اول که تکرار یک میزانی داشت و توی خطهای سوم و چهارم درس سه دفعه از علامت تکرار دو میزانی استفاده کرده بود. تو خط دوم، میزان دوم، یه نوت لا داریم که بغلش علامت بی یا بمول گذاشته شده. این علامت رو قبلا توی جلسه‌ای که راجع به تیونر و کوک ساز توضیح دادم بهش پرداختیم و یه توضیحاتی راجبش دادیم. این علامت بی وقتی بغل نوت لا میاد شما کار خاصی لازم نیست انجام بدید، مربوط به کوک سازتون میشه که خرک لای پشت خرک شما خودش کوکش بمول هست. پس یه راه ساده هم هست که شما این نوت رو سریع بشناسیدش. اگه هنوز ابتدای نوت خونی هستین و فراموش میکنین نوت ها رو، این یه علامتیه که بهتون یادآوری میکنین نوت لا هستش. این علامت رو فقط یک بار تو میزان گذاشته و نوت بعدی هم دقیقا جاش با قبلی هیچ تفاوتی نداره، چون علامت ها به این صورت هست که وقتی یک بار توی میزان میذارن برای نوت تکراری دوباره گذاشته نمیشه. پس کل این میزان نوتش میشه لا سول لا سول، این هم دیگه هم نواخته میشه. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، به این صورت. و نکته بعدی که تو این درس خیلی مهم هست، حرکت دست چپ و در مقابلش ثابت موندن دست راست روی سیمهای زرد هستش. تو خط سوم درس این نکته‌ای که گفتم رو می‌بینیم. یک دو سه چهار و در ادامه دو میزان آخر خط سه. یک دو سه چهار، یک دو سه چهار،
دست راستم روی نوت سی ثابت مونده با یک کیفیت و دست چپ هم حرکت میکنه به ترتیب. نکته بعدی که توی این درس وجود داره نوت می هست که روی خط اول حامل نوشته میشه. این نوت رو باید خرک هشتم سیمهای زرد بنوازیم. پس باید خاطرتون بمونه که هر جا نوت می روی خط اول حامل رو دیدین خرک هشتم سیمهای زرد رو باید به صدا در بیاریم. مثل کجا؟ مثل میزان آخر خط اول درس 8 نگاه بکنیم میبینید نوت می فا هستش که نوت می رو خرک هشت زرد میزنم و نوت فا رو خرک دوم سیمهای سفید میزنم. پس به این صورت میشه 1 2 3 4 1 2 3 4